اینجا لس آنجلس، کالیفرنیا در ایالات متحده آمریکا. توجه، The Fame صرفاً یک شو موزیکال هنری و فرهنگی می باشد و به هیچ وجه به هیچ گروه سیاسی، دینی، مذهبی و یا نژادی تعلق و یا وابستگی ندارد و تهیه کنندگان، مجریان و سرمایه گذاران برنامه The Fame هیچ مسئولیتی در قبال نظریات و یا گفته های شرکت کنندگان و یا هنرمندان میهمان را در برنامه The Fame ندارند. با احترام، شهبال شپره. با درود به شما بینندگان خوب برنامه دفیم. سالها از الان تقریبا باید بگم دیگه از 2-3 سال هم داره یواش یواش رد میشه که شما اسم این برنامه رو میشنوید و میبینید. من همیشه گفتم که اسم این برنامه شهرته. خب خیلی ها فکر کردن تو این 2-3 سال که این شهرت فقط برای هنرمندان موسیقیه که هر کدوم هر هفته اومدن اینجا، ولی اینطوری نیست. شهرت برای تمام هنرها هست، حتی برای بعضی از صنعت ها هست، برای ورزش هست. خیلی از ورزشکارامون مشهورن، شهرت دارن. من امروز و باید بگم از امروز تصمیم گرفتم که از تمام دوستان هنرمند در بخش های مختلف، مثل من فکر میکنم نقاشی، مجسمه سازی، فیلم سازی، دعوت بکنم بیان اینجا باهاشون صحبتی داشته باشم. خوشحالم که بر حسب تصادف برنامه من چهارشنبه ها دارم در کاباره تهران به نام کریوکی ایرانی که همه میان میخونن اینا. فرصت خوبیه که همیشه اونجا من با کسای تازه‌ای ملاقات میکنم، یعنی میان اونجا من میبینمشون و از تو اینا بعضی وقتا میبینم یک موردی خیلی جلب نظرمو میکنه و دوست دارم که شما با من شریک باشید و ببینید که این کس کیه. بریم با هم دیگه یکی از هنرمندای خوب و از بچه‌های داخل ایران رو ببینید. فرزان جون خوش اومدی. مرسی. من پیشگفتار، همیشه این برنامه یه پیشگفتاری داره. بله. اسم این برنامه The Fame شهرته. بله. خودت میدونی. بله. و گفتم که ما همیشه از هنرمندان موسیقی دعوت کردیم اینجا صحبت کردیم، ولی شهرت فقط مال موسیقیدان ها و هنرمندان موسیقی نیست. بله. من میخوام از اول، چون خودم من تو رو کم میشناسم، من چهارشنبه گذشته تو رو دیدم. بله. الان امروز چهارشنبه است؟ سه شنبه است. یعنی 7 روزم نشده. بله. یک بارم بیشتر با هم دیگه صحبت نکردیم. پس دوستان عزیز بدونید که هر چیو که من دارم سوال میکنم قبلا نکردم، تمرینم نکردیم. سوالا همینی است که داریم میکنیم. یعنی سوالا واقعا آنکاته، یعنی بدون سانسوره. هر چی که شما داریم میشنوید. فرزان جون به من بگو رشتت چیه؟ میدونم که اومدی برای مدلینگ. آیا در ایران اصلا پسری مدل میشه الان؟ چجوریه؟ کارت چجوری شروع کردی؟ یه مقدار از خودت بگو که دوستان عزیز بدونم ما با کی طرف. حتما. اول از همه این که مرسی که منو دعوت کردین. خواهش می‌کنم. تو برنامه‌تون و اینکه یه سلامی میکنم به بیننده‌هاتون. تو ایران کسی مدل میشه؟ آره تو ایران مدل میشن، ولی به صورت زیرزمینی. مثل خیلی کارهای دیگه. باز فقط یه جمله عجیب غریبه این، واسه که ما باهاش آشنایی نداریم. وقتی که میگی زیرزمینی ما نمیدونیم تو زیرزمینن یا این که تقریبا متاسفانه فقط تو فضای مجازی، فقط عکساشون بچه‌هایی که کار میکنن تو ایران تو اینستاگرام و فیسبوک و تو همجور جاها فقط شو میکنن عکساشون رو، چون بیلبورد ندارن، فشن شو ندارن و فضایی برای کار کردن ندارن. و اینکه اگه بخوام مدلشم فقط تو همین فضای مجازی یه کامیونیتی برای خودشون دارن، عکساشون رو میذارن و خیلی هم درآمد ندارن داخل ایران، یعنی به چشم کار بهش نگاه نمیکنن. من خودم کارم رو از 2007-08 شروع کردم تو ایران، خیلی اتفاقی، با برند ایکات، یه برند کوچلوار هستش که من مادرم رفته بود عکسامو ظاهر کنه جایی، مثل اینکه مدیر این شرکت دیده بودن
و منو برای این برند خواستن بدون هیچ قراردادی، بدون هیچ درآمدی به عنوان کار اول، و اینکه کار من اینطوری شروع شد. ولی بعد از 2-3 سال که ایران بودم، چون دیدم نمیشه درآمد داشت از این کار، شروع کردم اپلای کردم برای کشورهای دیگه از طریق مدل ایجنسی های مختلف، مثلا توی مالزی، توی ترکیه، توی دبی، که خودمو بهشون معرفی کردم، کانترکت باشون گرفتم و رفتم اونجا کار کردم. ولی خب کار کردن تو این کشور هم مشکلای خودشو داره دیگه، به هر حال کشور خود آدم نیست. و باز حالا کشور آسیایی بهتره چون ما زیاد مشکل ویزا نداریم از تو ایران، ولی کشور اروپایی خیلی سخت‌تره. شما برای فشن ویکای مختلف که می‌خواید برین مشکل ویزا پیدا می‌کنید، دیر ویزا می‌گیرین یا این مسائل هست. ولی اینکه چند سالی هست که سعی کردم جای دیگه کار کنم، به خاطر اینکه درآمد داشته باشم، به خاطر اینکه به چشم کار بهش نگاه کنم، و اینکه تا الان اوکی بوده برام. این طریقه، این راه مدلینگ تو فقط مدلینگ لباسه یا اینکه برای کارهای دیگه هم تو داری اپلای میکنی؟ خارج از ایران برای همه چی، برای لوشن مدلینگ کردم، برای مسواک تی وی کامرشیال داشتم، تو تلویزیون پخش شده، برای لباس بوده، برای آندرور فشن شو داشتم، برای همه چی بوده. یعنی لاین به خصوصی نداره. شما وقتی میرین کاستینگ، میرین تست، امکان داره اون برند بخواد یه لباس رو تبلیغ کنه، امکان داره بخواد اتکلونش رو تبلیغ کنه، و اینکه شما رقابت میکنید با مدلای دیگه که از نشنالیتی های مختلفن، و اگه شما قبول شین شما اون کار رو میگیرین، اگر هم که قبول نشین میرین تستای بعدی جاهای دیگه. کدوم کشورها تا
حالا قبل از اینکه بیای آمریکا بودی؟ اصلا جایی غیر از ایران و آمریکا بودی؟ آره 100%. دبی بودم، ترکیه خیلی زیاد کار کردم، نزدیک به ایران راحت بوده تردد. مالزی بودم، تایلند بودم، چین بودم. واو. Yeah. بعد وین بودم، اتریش، هلند، فرانسه و بعد اینجا. خب اینجاهایی که رفتی همه فقط پرسونال بوده، یعنی خودت تصمیم گرفتی بری یا تمامش دعوت شد؟ توی آسیا رو بیشتر دعوت نشدم، یه ایجنسی اصلی دارم که مادر ایجنسیم هستش و به پول میدی به این ایجنسی؟ کامیشن از من یه درصدی رو کم میکنن. پس تا پول نسازی اون از پول نمیگیره؟ نه، اصلا تا پول نسازم اونا با هم کار نمیکنن. خب بالاخره اگر اون پولی که میخوان در بیارن اول ازت نمیخوان که بهت کار بدن؟ نه، از کاری که میکنم. بازم بد نیست. آره، ولی خب 20% اون ایجنسی اصلی برمیداره، 50% اون ایجنسی دوم که تو اون کشوره برمیداره، معمولا کانترکت ها اینطوریه. 30% هم مثلا خانواده‌اش با چیزی که میرسه به تو. هزینه تیکت هواپیما، پوکت مانی، پول هفتگی که بهت میدن، آپارتمان و هر هزینه‌ای که برات میکنن، حتی از فرودگاه که میان دنبالت، همه اینا رو هم بعدن ازت کم میکنن. واو. ولی اگه بتونی پتانسیل داشته باشی، خوب کار کنی، میتونی بالانس بشی با ایجنسیت و بیشترم پول در بیاری. فرزان جون، تو میدونی که وقت تو در اصل داری صورت میفروشی دیگه، چهره فروشیه دیگه. بله، این یعنی تو یه لباس تنت میکنن، خب همه دارن میبینن، میری رو بیلبورد، مثل مال گس، مثل مال این کسایی که معروفن، مثل کالوین کلاین و اینا، وقتی تو رو میبینن یواش یواش تو زود سوخته نمیشی؟ چجوریه؟ یعنی اینکه این کار بخواد مثلا من الان میخوام چهره تو رو مثل ویدیو که ما استفاده میکنیم، این مدل ویدیو دو دفعه که میاد تو ویدیوها بازی میکنه، دفعه سوم میگن شهبال جون این که توی مثلا ویدیوهای فلان کس بود، این که این اتفاق واسه شما ها که مدل اینجوری از لحاظ چهره و بدناتون استفاده میکنن، برای کت شلوار، برای لباس، برای لوشن، برای کلاس، برای هر چی که هست، این زود شماها قدیمی نمیشین؟ تو مدلینگ نه، هر چقدر بتونید با برندهای بهتری آدم بتونه کار بکنه، فیمستر میشه و قراردادهای بهتری میگیره. ولی خب مدلینگ یه فرقی که با شاید کارهای دیگه یا هنرهای دیگه میکنه اینه که لیمیت داره، یعنی شما تا یه سنی میتونید مادر باشید. همین شو من دارم میگم، خیلی دقیقا. زوده دقیقا. من شدم 30 ساله. برای آقایان تا 35 سال. واو. برای خانوما از 17-18 شروع میشه، از 18 سال مکسیموم تا 24. الان چند ساله تو؟ من 27. 27 تا 35 چند ساله؟ 8 سال. تو این 8 سال تو هر کاری بکنی باید همین تو 8 سال باشه. دقیقاً. مگه اینکه بعدش بعضی از مادلا میرن وارد بازیگری میشن، کارای دیگه میکنن، خودشون ایجنسی میزنن، توسط این شهرتی که پیدا میکنن. آره، توسط این شهرت و کانکشنایی که تو این کار پیدا میکنن به هر حال دیده میشن دیگه، تو برندهای مختلف، روی بیلبورد، جاهای مختلف، فشن شو دیده میشن. بستگی داره. من خودم میخوام، دوست دارم که بازیگری کنم، اکتینگ کنم بعدش. تو ایرانم کردم این کارو، دوره گذروندم. پلانم اینه بعد از مدلینگ.
هرگز ازت کنده. راز درآمد تو کدومو بهتر میبینی؟ بستگی داره کجا؟ توی امریکا؟ نه. جفتش هر دوتا؟ آره الان هر دوتا یعنی؟ آره الان مدل‌ها هم خیلی پولای خوب میگیرن و باجت‌های خوبی میگیرن برای کارشون. خب من برای اینکه فقط جوانایی که میخوان رشته تو رو دنبال درست کنن، الان این برنامه رو دارم میبینن، من میخوام ببینم تو توصیه میکنی به بچه‌های داخل ایران که این حرفه رو دنبال کنن؟ بچه‌های داخل ایران، من خیلی ناراحتم برای بچه‌های داخل ایران. خب همه ناراحتیم، ولی میخوام شما ببینم تو حرفه خودت، میدونم خیلی از بچه‌ها چون پسرای ایرانی خیلی خوشگل شدن تازگی‌ها، خوشگل اتفاقا پریر شب داشتم میگفتم هر دختری که از ایران میبینی زمان ما مثلا بلند قده اندازه من بود. بله حالا بگذاریم مادر خودم خیلی بلند قد بود، حالا اونا ولی اکسپشنال هن، استثنان کلا پسر و دختر ها زیاد بلندقد نبودن، ولی الان ماشاءالله میبینم که همه بلندقد کشیده. بله. خب پس اگر بیشترشون رو من اینجوری میبینم خیلی مایلن که بیان این حرفه رو دنبال کنن. بله. تو به عنوان این کسی که الان خارجی و الان انشاءالله به زودی موفق میشی این کار رو، آیا این بهشون میگی که دنبال کنن این کار رو یا چه جور ادوایسی داری به اینا؟ اگه واقعا علاقه دارن چرا که نه، باید دنبال کنن، یعنی چیزی که بهش علاقه دارن باید دنبال کنن، ولی بهتره که از ایران خارج شن برای این کار. برای این کار جدیدن یه سری فشن شوهای تو قالب اسلامی دارن تو ایران برگزار میکنن و از این چیزا، یعنی ولی با عمامه و از این حرفا؟ نه با عمامه نه، ولی مثلا آقایون با خانما جدان، ولی خانما لباساشون با لباسای پوشیده هستش، آقایون لباساشون لباسایی که خیلی باز نیست و دارن مجوز دادن برای این شوها توی تهران، ولی خب متاسفانه از طریق این شوها شما هیچ کانکشنی نمیتونید با فشن توی دنیا داشته باشین و با برندهای مختلف و با ایجنسی‌های مختلف، چون متاسفانه دیده نمیشه. یعنی ما ارتباطمون داخل ایران قطع با این برندها، با این کامیونیتی خارج از ایران. به خاطر همین من فکر میکنم اگه واقعا علاقه دارن، اول اینه که سالم زندگی کنن، واقعا سالم زندگی کنن، ورزش کنن، غذای مفید بخورن، سمت دراگ نرن. شاید کلیشه باشه این حرفا، ولی واقعیتیه که هست. اگه بخوان واقعا حرفه‌ای کار بکنن و بخوان خارج چن از ایران و بتونن درست کار بکنن، باید این راهو برن. و پیشنهاد من اینه از ایران بیان بیرون اگه کار مدلینگ میخوان بکنن، چون ما واقعا نه صنعتشو داریم نه آنچنان داریم. کسایی که فوتوگرافرای خیلی خوب داریم، اینو باید بگم، عکاسای خیلی خوب تو ایران داریم، خیلی عالی، مدلای خیلی خوب داریم، طراحای لباس خیلی خوب داریم که اینا شوهای پرایوت میذارن تو خونه هاشون، شو میذارن، دیزایناشون واقعا عالیه تو خونه ها. بله. میرن شو میذارن. بله شو میذارن، لباسا رو میفروشن، یا عکاسا مثلا میرن کشورهای دیگه مجبورن برن اونجا فتوشوت کنن با مدلای ایرانی و برگردن دوباره این عکسا رو توی اینترنت و فیسبوک برای تبلیغ کارهای خودشون بذارن و بعد یه کامیونیتی تو ایران دارن کار میکنن، ولی کسی اینا رو نمیشناسه. یعنی خودشون دارن با خودشون کار میکنن، بیزینس میکنن و یه جورایی پرایوت این کامیونیتی، چون خطرناک هم هست تا یه مقداری. مثل موزیک که یه زمانی موزیک هیپ هاپ و رپ و اینا مشکل بود، اولاش همه میترسیدن کار بکنن، یا خیلی موسیقی هایی دیگه. یعنی این امید داری تو این کار شما مدلینگ هم یواش یواش سافت بشه، یواش یواش اجازه بدن که آستین کوتاه بپوشین، فلان کنیم، بیسار کنیم؟ آخه هر چقدر بخواد این فضا بازتر شه، آخه ما فشن شوی تو دنیا نداریم که آقایون جدا بیان، خانما جدا بیان، یا خانما تو قالب لباسای اسلامی بیان. یعنی هر چقدر این فضا بازتر بشه، باز با چیزی که واقعیته، نه نمیتونه کانکت باشه و پذیرفته نمیشه این قالب فشن شو و این کامیونیتی به نظر من. Thank you.
خب فرزان جان خوشحالم که اینجوری حرف میزنی. ببین این حرفای تو نه سیاسیه، نه نمیدونم بوداره، نه چیزی، بلکه یک راهنمایی برای هنرمندانی که میخوان برن فشن رو دنبال کنن، جوون هستن. اینو به من بگو چه سنی برای این کار اجازه داره شروع بشه، استفاده میکنن؟ من اینجوری که میبینم حتی بچه ها در فشن هستن که لباس بچگونه میذارن، ولی در چیزای دیگه خب بچه ها نمیتونن باشن، نمیدونم مثل اتکلون و این چیزا نیستن. تو این همه سفر کردی، برخوردی با مدل ایرانی کردی که بین المللی باشه یا خیلی کارش گرفته باشه؟ والا برخورد نزدیک نه، ولی میشناسم دوستایی که دارن کار میکنن کشورهای دیگه. کدومشون هستن که الان مثلا فکر میکنی یه جایی هستن که بد نیست تو هم اونجا برسی؟ هست که همچی کسی؟ نه. ایرانی؟ نه متاسفانه. یعنی حتی قبل از تو هم هیچ کس؟ چرا، بودن کسایی که خیلی خوب کار کردن ولی متاسفانه الان جایی نیستن که من بخوام اونجا باشم. الان تو اینجا ایجنت داری؟ کسی که کار دارم الان ایجنت ندارم، ولی ایجنت اصلیم توی مکزیک هستش که اون برام قرارداد میگیره با ایجنت هایی که اینجا هستن. من یعنی... الان اینجا یه ذره بحث قرارداد و درصدایی که میخوان کم بکنن و باشون دارم. یعنی یه ذره درصدایی که روی کانترکت ها میگیرن زیاد میگیرن ایجنسی های اینجا، به خاطر اینکه معروفن، آژانس های بزرگی هستن. به خاطر همین هنوز قرارداد با جایی نبستم، دو هفته است چون اومدم. فرزان جان من امروز که اتو دعوت کردم اینجا، غیر از اینی که دوست داشتم خودم یه ذره یاد بگیرم که آقا این مدلینگ و این فشن شو چه جور کاریه، چه جور حرفه‌ایه، در کنارش اصل مهمش این بود که من ببینم آیا یک پسر جوان ایرانی که از مملکتش میاد بیرون یک حرفه ای رو انتخاب میکنه که در داخل ایران مجاز نیست، با چه پشنی باید بیاد که خدای نکرده اگر این کارش نگیره اینجا چه کار میخواد بکنه؟ تو اگر خدای نکرد، من گفتم که مالو تو اوردی گرفته، ماشاءالله موفقم خواهی شد، ولی اگر یه دفعه این کارت نمی گرفت و یا نگیره تو چه کار میخوای بکنی؟ برای درآمدزایی، خب من کامپیوتر خوندم زمانی که ایران بودم. خب پس برای اینه که بیای بیرون از ایران، حرفه هایی که همچین زیاد نمیتونی روش حساب بکنی باید حتما یه سایت جابی 100% داشته باشی. 100% 100% کارهای به نظر شخصی من، کارهای مثل اکتینگ، کارهای مثل مدلینگ، مخصوصا تو مارکت هایی که خیلی آدم زیاده، خیلی کسایی هستن که رقابت زیاده، بله دست زیاده، 100% نمیتونه کار اصلی باشه و آدم نباید روش حساب کنه، چون که معلوم نمیکنه مدلینگ چیزیه که با ظاهر آدمه، شاید یه اتفاقی بیفته تو یه روز تو دیگه اون ظاهر رو نداشته باشی و دیگه نتونی ازش درآمدزایی کنی. به خاطر همین به نظر من اشتباهه که آدم فقط روی یه کار از ایران خارج شه و فقط به امید اون کار بخواد برنامه‌ریزی زندگیشو بکنه. به نظرم بهتره که چند تا کار در کنار هم باشه و مدلینگ هم در کنارش باشه، چرا که نه؟ شاید هم مدلینگ کار خیلی خوبی بشه برای اون شخص، شاید بتونه خیلی درآمدزایی بکنه و اون موقع کارهای دیگرش رو بذاره کنار، ولی برای شروع نه، فکر میکنم که نمیتونه کار اصلی باشه مدلینگ. خب این میدونی که ماهایی که تو کار هنر موسیقی هستیم همیشه از پدر مادرها میپرسیم که بابا جون، ماما جون، دوست داری من این کار رو بکنم؟ یا اصلا اونا عنوان میکنن بیشتر که پسرم، دخترم، آخه این کار تو گرفتی، نوازندگی آخه چیه؟ این کار مگه نمیدونی تو ایران بهش میگن مطرب؟ آخه زن بهت نمیدن، شغل پیدا نمیکنی؟ اما یه کسایی، حالا من خودم رو مثل میزنم، انقدر این پشن هنر موسیقی برام ارزش داشته که همیشه فکر کردم هر کی هر چی میخواد بگه بگه، من اگر این پشن رو نداشته باشم باید زندگی نکنم، با چی باید زندگی کنم؟ هیچ چی رو دوست ندارم دیگه، هیچ چی به من مزه نمیده دیگه. اگر زندگی من باید اینجوری باشه که فقط من خوشحال باشم که زنده‌ام، نفس میکشم، این زندگی نیست. یه کسایی مثل تو که در جوانی بلند میشه این ریسک رو میکنید، انقدر این پشن قویه. من همیشه این مثل رو میزنم که چتر باز انقدر پشنه،
پرواز براش مهمه که از جونش مایه میذاره. یعنی میگه من میپرم، ممکنه این چتر باز نشه، ولی از ترس باز نشدن چتر پشنشو ول نمیکنه، این ریسکو میخره با جونش. با جونش شوخی نیست. یه کسایی هستن که میگه خب پول از دست میدم، یه کسی میده رفاقتم از دست میدم، اینا همه شاید جبران پذیر باشه ولی جون دیگه جبران نداره. الان تو با این پشن اومدی، خانواده چی گفتن وقتی گفتی که من میخوام از ایرون برم و میخوام مدلینگ رو دنبال کنم؟ خانواده اون اصلا آشنایی دارن با آره این آره کارتون؟ مخصوصا مادرم 100% آشنایی داره، به خاطر اینکه من خب تقریبا 7-8 سال درگیر این کار هستم و همش مسافرت میرم و میام. نه من میخوام تو برگردی اون روزای اولی که تازه میخواستی این کارو بگی، به مادر بگی که مادر خودم اولین کار منو خود مامان گرفت برام، رفته بود عکسامو ظاهر کنه، یه آقایی که مدیر عامل برند ایکات بودن عکسای منو دیدن و خود مامان به من گفت اگه دوست داری بیا این کارو بکن، ایشون شما رو خواستن. بعد بهش نگفتی خب مامان جون من اون زمان هنوز شروع کرده بودی به این که کامپیوتر بخونی؟ نه هنوز نه هنوز نه. نه خیلی سنم کم بود، آره هنوز آخره دبیرستانم بود، ولی اون موقع انقدر مشغول کار نبودم تو مدلینگ، نمیخواست انقدر سرم شلوغ بشه، فکر نمیکنم داشتی درس میخوندی؟ بله. فارغ التحصیل شدی؟ بله بله. از کجا؟ دانشگاه آزاد تهران. در چه رشته؟ کامپیوتر. بله. چی کامپیوتر در کدوم قسمتش؟ نرم افزار. بله. خب بعد چی شد؟ این جالبه. بعد آره من هیچ وقت مادرم هیچ وقت مخالفت نداشته، همیشه هم تازه به من انگیزه داده، گفته کاری که دوست داری رو بکن. وقتی هم که میخواستم از ایران بیام از چند سال قبل به من میگفتن که اگه میخوای این کار واقعا حرفه‌ای دنبال کنی زودتر برو، ولی مامان خب میگفت. بله همیشه به من میگفتن، همیشه راهنمایی میکردن، همیشه بهترین راهنمایی من بودن تو کارام و اینکه مشکلی نداشتن خانواده. اون موقع هم که میخواستم شروع بکنم اگه تداخلی با درس و با دانشگاه نداشت که نداشته، مشکلی نداشتن. خب ببینم این تداخلی که تو داری میگی ایده خودت بود یا مادر یا خانواده میگفتن که عزیزم آره این کارو بکن ولی در کنارش درست هم بخون؟ همیشه میگفتن. فکر کنم همه خانواده فکر کنم میگن اینو که خب طبیعتا مهمترین چیزم هست درس، ولی اینکه بخواد آخه یه حرفه‌ای هست که خودش درس هست. بله، مثلا درس موسیقی خودش درسش سخت‌تر از انجینیرینگه. بله. فشن دیزاین و اینا هم همه رشته‌های درسی هستش، کسایی که طراحی لباس میکنن، کسایی که مدل ها رو ترین میکنن و تعلیم میدن، کسایی که فشن شوها رو برگزار میکنن، اینا همه رشته‌های درسی داره. تو الان اصلا تو این رشته ای که الان اومدی؟ نه من کورس خاصی رو نگذروندم، ولی یه سری دوره‌هایی رو برای آماده سازی بدن، برای مدلینگ، برای تغذیه این دوره ها رو گذروندم توی دبی که بودم یک سال. فکر میکنی اینجا ازت ایراد نمیگیرن که شما این دوره ها رو نگذروندی؟ اینکه برای مدلینگ اکثرا سرتیفیکیت خاصی، یعنی کورس درسی خاصی برای فقط مدلینگ وجود نداره که شما فقط مدلینگ برین بخونین. شما اگه اون پتانسیل ظاهری رو داشته باشین در کنارش یه سری کورس ها رو میتونین بگذرونین که زیر مجموع مدلینگ هستش، مثل فشن دیزاین، مثل مدل ترینینگ، اینا رو میتونین، ولی نه برای تست برای برند ها سرتیفیکیت از آدم نمیخوان، فقط ظاهر رو میبینن، پورتفولیو رو میبینن، سایز ها رو میبینن و اگه اوکی باشه انتخابت میکنن. So much that you deserve. There's nothing to say, nothing to do. I'm nothing to give. I must live without you. You know we're heading separate ways, and it feels like I am just too close to love. My
دیگه اینجا مدلینگ یه کسایی هستن که در اثر معروف شدن دیگه وقتی که اون دوره همون 35 سال و 30 سالی که تو میگه تموم میشه اومدن یا شوگرل شدن. الان ما کسی داریم در آمریکا در تلویزیون آمریکایی که خیلی پاپولاره، یکی از مدلای البته زنه خیلی معروفه، این الان چندی ساله شو تلویزیونی داره و خودش اصلا مدلینگ اون تو داره، اصلا این شو تمام راجع به مدلینگه. بله. و میگن یکی از گرونترین شوهای تلویزیونه خرجش. الان تو آیا گرونترین مدل این جهان رو میشناسی چیه؟ گرونترین مدل جهان در حال حاضر نه نمیدونم. نه. گرونتر آخه نمیشه گفت گرونتر، چون تو هر سیزنی کانترکت ها فرق میکنه و یه مدلی میاد میشه بهترین مدل مثلا. ولی میدونم تو کسایی که حالا یه ذره سنشونم رفته بالا، دیوید گندی یه مدل خیلی معروف انگلیسی هستش، برای برندهای خیلی خوب کار کرده و اینکه مدل گرونی هم هست نسبتاً. هنوز سر کاره؟ خیلی کم. خیلی کم. سنش چون ببینم اگر این لباسایی که به شما میدن شما میرین پرفورم میکنی وقتی میرین روی این کتواک وقتی برمیگردین آیا لباسا رو با خودتون میبرین خونه یا لباسا رو ازتون میگیره؟ چیکار می‌کنید؟ نه معمولا که لباسا رو نمیشه برد خونه. میشنوید چی داری میگه؟ هنرمندان موسیقی که آهنگا رو برمی‌دارین خواننده ها میبرین، آهنگ مال خواننده نیست، لباس مال مدل نیست. من همیشه اینو میگم، میگم آقا مدل که میاد مدلگی میکنه یه پولی میگیره برای اینکه این لباس رو بیاره نشون بده. وقتی برگشت تو اون اتاق اول میگن درار، تازه وقتی هم میخوان تنش بکنن میگه آقا میدونی باعث همون بکنی، میدونی باعث اینو سپری بزنی، میدونی نمیتونی لباس خراب کنی، میری بر میگردی لباس رو در میری میذاری خودت میری. درستش اینه دیگه؟ درسته؟ بله. هیچ جا اینطوری نیست. نه برای هنرمندا اینجوره. بله خود بنده دوچار این موضوع شدم دیگه. بله. که میگه آقا آهنگای ما رو وقتی میرین دیگه نبرین بخونین، این آهنگ تا موقعی مال شماست که اینجایین تو این گروهین، وقتی میرین که نباز این آهنگا رو بخونین. متاسفانه اینا مشکلاتی که تو مارکت ایرانی بله هستش. بله. تو رو میبوسم و میرم، نمیره یادم این رفتن، برم دیوونه تر میشم، برام مرگ ازت کندن. خب الان همونطور که داریم صحبت میکنیم من میخوام بدونم تو چقدر وقت گذاشتی برای اینی که ببینی تو این کار موفق میشی یا نمیشی، یا اینکه همینطور میخوای ادامه بدی تا اون روز آخری که وقت داری چجوریه؟ تو اگر مثلا اولا که من آرزوم اینه که تو عکس تو تو تمام این بیلبوردهای دنیا ببینم، برای هر کدوم از بچه های ایران، چه دختر چه پسر که میاد خارج از ایران میخواد این کارو بکنه، این آرزوی من، میدونم آرزوی همم هست. ولی با این وجود بالاخره آدم یه اینجا یه گریس پیریود بهش میگن، یه دوره‌ای رو آدم واسه یه کاری میذاره، میگه آقا میدونی من 5 سال این کارو میکنم ببینم چی میشه. تو چقدر واسه خودت وقت گذاشتی؟ درست همون 35 سالگی که میگی، یا اینکه اگر تا 3 سال دیگه دیدی که نه اونجوری که فکر میکنی نیست، آیا دلت میاد این کارو ول کنی؟ اگه ببینم چقدر دوست داری این کارو؟ 100% خیلی دوست دارم. دوست داری فقط یا اینکه فکر کردی که درآمدش خوبه، در ضمن خب ببینن که من خوش قیافم، خوش هیکلم ایناست، یا اینکه تو اصلا دوست داری که مدل شی، را بری رو کتبوک نمایش بدی، چه جوریه؟ من فهم میکنم 100% آدم وقتی یه کاری رو واقعا دوست داشته باشه بعدا اون کار براش درآمدزایی هم میکنه و تو اون کار خیلی معروفم میشه. من واقعا دوست داشتم، دوست دارم فشن شو برم، دوست دارم این کار رو ادامه بدم، ولی تا زمانی که منو بخوان، یعنی تا زمانی که اون پتانسیل رو برای این کار داشته باشم. طبیعتاً اگه ببینم چند سال دیگه تو کستینگا نمیتونم کار بگیرم یا احساس کنم نمیتونم خوب رقابت کنم، البته که من تلاشمو میکنم
برای اینکه همیشه بهترین خودم رو بتونم نشون بدم، از نظر ورزش، از نظر ریکاوری، از نظر کارهایی که باید همه مدل‌ها بکنم. ولی تا زمانی که منو بخوان احساس کنم که یه ذره اون سن گذشته برای من و احساس کنم که یه ذره نمیتونم مثل قدیم کار کنم، مثل هر کار دیگه یواش یواش، بعد میتونی که بری توی یه رشته دیگه مثل اکتینگ که میگی؟ میتونم برم تو اون رشته، میتونم خودم یه مدل ایجنسی بزنم و مدل ها رو از جای مختلف دنیا بگیرم، باشون کار بکنم، با برند های مختلف کار بکنم، میتونم تو همین زمینه کار کنم، میتونم اگه فضایی برم باشه تو زمین های دیگه کار بکنم. تو الان اومدی تو مرکز نمایش جهان، یعنی اینجا هالیوود. یادم از بچگی ما هالیوود که میشنویدیم چیز میشدیم، حال با حالی میشدیم، هالیوود کجاست؟ میشنیدیم این هالیوود چه خبره؟ مروی مرو هست، این هست. این همه سالا گذشت ما اومدیم اینجا. الان اینجایی که تو نشستی یه دونه خیابون تا هالیوود فاصله داره، یعنی پیاده بری 10 دقیقه بعد توی هالیوود بولوار داری قدم میزنی، درسته؟ بله. به همین نزدیکیه. بله. من میخوام ببینم واقعا اون دریمی که تو داشتی، اون خواب و رویایی که همیشه راجع به این آمریکا و این هالیوود این کارها داشتی، الان رسیدی اینجا، آیا تو داری میبینی که به همون آسونی بود که فکر میکردی یا سخته، یا اینکه آیا پلو خودت وقت گذاشتی که خودتو هر جوری شده ببری تو این مرکز و خودتو معرفی کنی؟ چه جوریه؟ آیا اصلا الان دنبال هیچ کنکشنی رفتی داری؟ الان تو چند وقت اینجایی؟ 2 هفته. کمتر دو هفته. از 2 هفته. خب خیلی نوعی. خیلی نوعی. فکر میکنم اون هفته که من تو رو دیدم اولین هفته بود. بله. اوکی. پس الان برنامه ریزی تو داری میکنی که، ولی بدون ایجنت یه نمیشه. چیزی فرزان جمعت بگم نمیشه. فقط حرفه ای تو نیست، باور نمیکنی حرفه هایی که خنده داره اینجا بدون ایجنت نیستم. وای با حال کار هنری، یعنی ایجنت نداشته باشی که همون میشه در موسیقی بهش میگن لیبل کمپانی و کسی که کارتو داره انجام میده. تو یه نفر لازم داری دنبال که دستتو بگیری. اگر بنا باشه یه مدتی هیچی درآمد نداشته باشی، ولی کسی رو که باش داری کار میکنی، کسیه که براست میتونه کار رو وسط درست بکنه، سال دیگه تو یک دفعه یک جهش میکنی، راه نمیری، میپری. من فکر میکنم تو باید حتما این کار رو بکنی. 100%. یعنی برو دنبال ایجنت درست. الان یه سری صحبت ها کردم، دیدمشون، برو معروفه رو پیدا کن. بله بله. اون میارزه به اینی که تو یه مقداری سختی بکشی، چون بلافاصله بعدش خیلی سریع میری جلو. در موسیقی هم ما همین پرابلم رو داریم، همه فکر میکنن من صدا دارم. گفتم بابا خروس هم صدا داره، خروس هم میخونه، به خدا هر روز صبح بلند شد ساعت 4 یه قوقل قوقل داره میکنه. خوندن نیست، فقط تو باید یکی باشه به تو یاد بده چیکار کنی، کجا بری، کجا نری، چه کار کنی. تو هم اصلا این ریسکو نکن فرزان جون. از اول اومدی تو هالیوود هر کی اولا بهت داره آیدیا میده گوش نکن، چه منم چه هر کسی. تو باید بری ببینی که این کسی که معروف شده از کجا شروع کرده، چه اتفاقی واسش افتاده تو این شهر، تو اینجا. 100%. برو دنبال اون کسایی حتماً که حتماً. باعث شدن تمام اون کسایی رو که اووردن الان در جهان معروف. مگر وقت تلف میشه. 100%. در ضمن حرفه کامپیوتر ما میدونیم که الان هر کاری با کامپیوتره، خرید با کامپیوتره، غذا با کامپیوتره، عاشقی زن گرفتن و ازدواج با کامپیوتر، همه چی با کامپیوتر. بهترین رشته رو انتخاب کردی برای این قرن، برای این قرن، قرنی که ما به دنیا توش اومدیم هیچی از این چیزا نبود، هیچ احتیاجی هم به این چیزا نبود، ولی باز لازم داشتیم یکی دست ما رو بگیره بگه بریم پلوی فلان کسک تو رو ببینه. 100%. باز ما رو میبردن. بله. اینو باید جوونا یاد بگیرن که فکر نکنن. خودم میکنم. نمیتونی خودت بکنی، محاله. خودت هم اگه بری جلو تا یه جایی خیلی زود استاپ میشی. 100%.
تو برای بازی کردن ویدیو چی فکر کردی؟ نه ویدیو ایرانی فقط. درسته. پیشنهاد داشتم داخل ایران بودم یا دبی که بودم، ولی خب انجام ندادم چون خودم داخل ایران بودم. خوب کاری کردی. ولی اینکه اینجا هنوز پیشنهادی نداشتم، میگم هنوز قراردادی با ایجنت نبستم اینجا، ولی اگه باشه چرا که نه، چون اینم یک نوع مدلینگ محسوب میشه که شما توی کلیپ ویدئویی مدلینگ کنی و اکت کنی و برای موزیک ویدئو خیلی کمک میکنه. آره؟ بذار حرفای بیزنسی تو هیچ کس با تو نزدیک نشه. این بدترین کاره که تلفنتو زنگ بزنه برداری تو بگه میای اینجا کار میکنیم اینجا، آخه من اگه بیام اونجا آخه نه ببخشید با این شماره تماس بگیری نمیذاری زنگ، غیر این بکنی اینجا میبازی 100%. و بچه های داخل ایران رو تو میتونی کمک بزرگی باشی براشون، اونایی که میخوان تو این حرفه بیان. Feel the world beneath me. So fast the sky.
آیا اصلا در موسیقی هیچ وقت فکر کردی که کاری بکنی؟ یه زمانی تو ایران یه سری کارهای موزیک کردم، ولی چی بوده؟ بیشتر کارهای ژانر هیپ هاپ و رپ و این چیزا بوده. یکی از دوستام آهنگساز بود، اون یه سری بیت میساخت. مثلا کاری کردی که ضبط کرده باشه یا؟ آره، یه سری ساوندترک، ولی تو هارد خودم پابلیک نشده. ولی خب دوست دارم خیلی زود عکس تو رو بین بورا ببینم. قرار بود رپ کنم چون فرزانه بود. قربانت، مرسی از دعوتتون. خواهش می‌کنم. بدون از این مدار پیدا نمی‌کنی کسی رو نظیر من. تو کل دنیا مونده همین من، تو که بخونه واسه تو بشی دیوونه. حالا منم میکروفون خسته از هر مشکل بزنم بگم اصل مطلب اینه که یه عاشق دل خسته هستم. اگه بود قبل تو کسی رفته اصلا زانم زاسن آنن باسم که وقتی میخونم وسط همه گی ماسم. پس با من باش و بیا از هر نظر تو درکم خود کنیم از کام حذر. من با تو هستم با آینده سعی میکنم از هنرمند دیگری در یک فیلد دیگری دعوت کنم، یا اینکه مثل همیشه از هنرمندان خوب موسیقی مون. با امید دیدار تا هفته آینده.